این هفته همچنان اطلاعات ما رو جارو می‌کنند، همچنان از داده‌های ما استفاده می‌کنند. Give me the memory sticks. و از همه جا بیت و بایت داره میزنه بیرون. اینجا میدون پیکادلیه، یکی از شلوغ‌ترین جاهای لندن. همه گردشگرها از اینجا رد میشن، به ویژه که وسط منطقه تئاترها و نمایش‌های موزیکال هم است. به خاطر این ازدحام دائمی، نشانهای تجاری بزرگ پولهای هنگفتی خرج میکنند که روی این بیلبوردهای عظیم مشرف میدون تبلیغ کنند. ولی چه کاری وقتی همین کار رو در مقیاس کوچیک هم میشه انجام داد؟ در عصری که ما زندگی میکنیم، گوشی‌هامون ما رو بهتر از خودمون میشناسن. این جریان تقریبا نامحدود اطلاعات برای کسانی که میخوان تبلیغ کنند یا پیام تبلیغاتیشون رو به ما برسونند مثل معدن طلاست. نه فقط برای اینکه جنس بهمون بفروشند، برای اینکه نظرمون رو عوض کنند یا حتی رأیمون رو تعیین کنند. حدودا یک سال پیش بود که اتحادیه اروپا مقررات جدید حفاظت از اطلاعات عمومی رو تصویب کرد. هدف از این مقررات اینه که جلوی شرکت‌هایی رو بگیره که بدون اینکه ما متوجه باشیم اطلاعات ما رو گردآوری و ذخیره می‌کنن. اگه ساکن اروپا باشید هر روز از این پیام‌ها می‌بینید. وبسایتی که می‌خواید باز کنید بهتون میگه از دستگاهتون داده جمع می‌کنه. می‌تونید برید توی تنظیماتش و انتخاب کنید اطلاعاتتون چجوری گردآوری و چجوری هم‌رسانی بشه. حداقل در تئوری باید اینجور باشه، ولی در عمل بعضی سایت‌ها گزینه خاموش کردن گردآوری اطلاعات رو انقدر سخت می‌کنن که آدم عطاش رو به لقاش می‌بخشه. خیلی وقتا گزینه اطلاعات ندادن دم دست نیست. مسیری که باید طی کنید تا بگی نمیخوام داده هام رو بردارید تورانیه و تازه ممکنه نتونید کاملا خاموشش کنید، مگر اینکه چند تا وبسایت دیگه هم برید و اونجا هم همین کار رو بکنید. تصور من اینه که خیلی ها این گزینه رو درست متوجه نمیشن، و تازه اگه هم بشن، خود شما، آره خود شما، چند بار شده که حوصله یا وقت ندارید و میگید باشه بابا و همه رو قبول میکنید. وقتی از عده ای از رهگذران پرسیدیم تقریبا همه گفتند دکمه قبول رو زدن. به نظر میاد مقررات اتحادیه اروپا کاری رو که باید بکنه نمیکنه. منتها حسنش اینه که فقط برای محدود کردن گردآوری اطلاعات نیست. این اختیار رو به کاربر میده که از شرکت ها بپرسن چه اطلاعاتی از ما دارن. کاری که کارل میلر کرد تا این گزارش رو درست کنه. عزم جذب کردم که اطلاعاتم رو پس بگیرم. سلام، میخواستم طبق مقررات حفاظت از اطلاعات درخواست دسترسی به اطلاعات بدم. بله، میخوام از حقم استفاده کنم ببینم چه اطلاعاتی از من داری. اگه ساکن اتحادیه اروپا باشین، حق دارین از شرکت‌ها بخواین یه نسخه از اطلاعاتی که از شما دارن رو بهتون بدن. اصطلاحاً بهش میگن درخواست دسترسی شخصی. تقریبا هر کسب و کاری که باهاش سر و کار دارین یه اطلاعاتی از شما داره، از بانک و سوپرمارکت گرفته تا رسانه‌ها. فرایند دسترسی قراره آسون باشه. رفتم روی وبسایتشون، کار نمی‌کرد. آدرس ایمیل نداشتن. ایمیل رو پیدا کردم. فرض اینه که آدم باید از هر طریقی که دلش خواست درخواست دسترسی بده. این که کار نکرد. ظاهرا باید عضو باشی. دوباره زنگ می‌زنم چون احتمالاً ازم اطلاعاتی داره. تازه روز اوله و خسته شدم. و تازه اینا تنها جاهایی هن که من مستقیماً باشون سر و کار دارم. بیشتر آدم ها متوجه نیستن چطور شرکت هایی که حتی اسمشون رو هم نشنیدن انواع و اقسام اطلاعات ازشون دارن. هر کلیکی که می کنید، حتی هر کلیکی که نمی کنید ممکنه ثبت بشه و به اشتراک گذاشته بشه. به این میگن کسب و کار اطلاعات شخصی. کارشون اینه که هر قطره از اطلاعاتی که دستشون بهش میرسه جمع کنن، چه از منابع خصوصی و چه از منابع عمومی. این اطلاعات رو تحلیل میکنن که ما رو بفهمن، یا دست کم سعی میکنن بفهمن. یکی از شرکت هایی که اطلاعاتم رو ازش گرفتم، اطلاعات من رو از صدها منبع مختلف جمع کرده بود و هزاران حدس مختلف زده بود که من چجور مشتری ایم. توی یکی از ردبندی ها گفته بودن من جزو 10% بالای خوشگذرونی هم. یعنی چی؟ خدا میدونه. توی دستبندی مشتری های لوازم الکترونیکی منو گذاشته بودن توی بخش جوان و بیپول که پر بیراه نیست.
از اون طرف منو گذاشته جزو آدمایی که احتمال اینکه آنلاین قمار کنن خیلی زیاده. کاری که فکر نکنم هیچ وقت کرده باشم. این شرکت‌ها یه نسخه دیجیتال عجیب از من ساختن که خودم هم درست نمی‌شناسم. فرض‌هایی در مورد من کردن که الزاماً باهاشون موافق نیستم. همیشه تصورم این بود که این همه خدمات مجانی میگیرم، حالا در عوض چند تا اطلاعات جزئی از زندگی من جمع کنن مسئله‌ای نیست. ولی کم کم دارم حس می‌کنم محصول منم، نه اون خدمات. در واقع منم که مجانی دارم استفاده میشم. فردریک کالتوینر فعال حقوق و داده‌های شخصیه. باهاش نشستم تا درباره نگرانی‌هام حرف بزنم. این ماجرا آدم رو دو جور مختلف اذیت می‌کنه. اگه تحلیلشون درست باشه، آدم معذب میشه که برای چی یه شرکت باید بدون من چقدر الکل می‌خورم. ولی اگه غلط هم باشه، آدم نگران میشه. مثلا می‌بینی با یه ویژگی منفی دسته‌بندی شدی به وسیله شرکتی که اصلاً نمی‌دونی چیه. یه جا توی یک بانک داده یه نفر تشخیص داده شما قماربازی و کاری هم از دست ساخته نیست. سیستم رو طوری اداره میکنن که هزاران دسته بندی داشته باشه. احتمالاً هر دسته خودش از دسته بندی های دیگه در دیتا نت ایجاد شده و همه ی این کارها انجام میشه بدون اینکه ما خودمون اطلاعاتمون رو در اختیار کسی گذاشته باشیم یا سودی از این کار ببریم. ممکنه بر مبنای اینکه چقدر خوشگذرونم بیان سراغم؟ بله، اگه دلال اطلاعات چنین دسته‌بندی هایی داره، معنیش اینه که این دسته‌بندی ها مشتری داره. این اطلاعات محصولیه که میفروشن و همه این دسته‌بندی ها دسته‌بندی هایی که بازاریاب ها یا مقام های محلی یا هر کس دیگه‌ای که بهش میفروشن میخواد و دنبالشه. و تمام این اطلاعات فقط از فعالیت آنلاین من روی موبایلم جمع شده. کلی داده دیگه هم هست که از منابعی میاد که فکرش رو هم نمی‌کنیم. مثلا این ربات جاروبرقی که سالها آرزوشو داشتم. برعکس خیلی از وسایل هوشمند، این برای اینکه کار کنه باید اپلیکیشن همراهش رو دانلود کرد. یه دور سریع شرایط و ضوابطش رو نگاه کردم. می‌خواستم درست بخونم تا شب طول می‌کشید. اخیراً یه بررسی کرده بودن و دیده بودن اگر بخوایم همه این شرایط مربوط به حریم خصوصی رو که آنلاین می‌بینیم بخونیم 76 روز طول می‌کشه. جاروبرقی همین که راه می‌افته نقشه خونه رو حفظ می‌کنه. ولی شک دارم که چیزایی رو که نمی‌خوام جمع کنه. میرم امپریال کالج لندن. محققای این دانشگاه مدتی دارن بررسی میکنن که ابزاری که به اینترنت چیزها وصلن اطلاعات ما رو چجوری جمع میکنن و به اشتراک میذارن، از دوربین بچه گرفته تا لامپ و پریز هوشمند. ولی اول بریم سراغ جاروبرقی من. جاروی شما رو بررسی کردیم و معلوم شد یکم بیشتر از جاروبرقی عادیه. داده های وایفای رو بررسی کردیم، دیدیم نقشه کف خونه رو میفرسته به یه سرور در چین. یعنی فقط تولید کننده نیست که اطلاعات شما رو داره، بعضی خدمات پشتیبانی هم دارن. طبق این مقررات حریم شخصی، تولید کننده حق داره اطلاعات رو برای طرف ثالث هم بفرسته، اگه نفعی داشته باشه. همینطوره. بدترین قسمتش اینه که تا با این مقررات موافقت نکنین، جاروبرقیتون کار نمی‌کنه. و مسئله فقط جاروبرقی نیست. این دوربین که قرار امنیت آدم رو حفظ کنه، در واقع اطلاعات آدم رو به 54 تا سازمان دیگه که با تولید کننده همکاری دارن هم میفرسته. جمع‌آوری داده در ابزاری که به اینترنت وصل میشه کاملا مرسومه. اگه داده جمع نکنن نمیتونن درست کار کنن. مشکل اینجاست که فرایند شفاف نیست. یعنی هیچ راهی نداریم بفهمیم یه دستگاه چقدر داده نیاز داره که کار کنه و این داده ها رو چه جوری در اختیار بقیه میذاره. یه نکته جالب در بعضی از این ابزار اینه که میزان اطلاعاتی که جمع میکنن با قیمتشون نسبت عکس داره. انگار به نوعی اختلاف قیمت رو با فروش داده شخصی مشتری جبران میکنن. در واقع انبوهی از اطلاعات از شما جمع میکنن و برای ده ها سرویس مختلف در جاهای مختلف دنیا میفرستن. واقعا عجیبه که این کارهای ساده که بهش فکرم نمی کنیم، مثل روشن کردن چراغ، روشن کردن پریز هوشمند، کم و زیاد کردن صدای تلویزیون و البته جارو زدن خونه، هر کدوم این کارها چقدر اطلاعات در مورد ما به شرکت‌هایی که اسمشون رو هم نشنیدیم میرسونه. بس هرچی حک کردی، حک کردن منو بس کن. طبق مقررات حفاظت از اطلاعات شخصی اتحادیه اروپا، مهم نیست شرکت کجا باشه و محصول کجا تولید بشه. در هر حال شما حق دارین اون اطلاعات رو ببینید. مشکل اینجاست که وقتی نمیدونید از چه کسی باید بپرسین، چه جوری میتونید بپرسید؟ من حدود یک ماه وقت گذاشتم و به 80 تا شرکت درخواست دادم. 10-12 تاشون جواب دادن. بخواین اطلاعاتتون رو پس بگیرین اینجوری میشین. فکر کنم تا حالا 100 تا ایمیل زدم. بالاخره دیروز این پاکت که یکم مچاله ام شده بود با پست سفارشی رسید دم خونه. ممنون از مقررات اتحادیه اروپا. بالاخره اطلاعاتم رو پس گرفتم. حجمش واقعا زیاده.
اگه میخواستم اطلاعاتی رو که تا حالا گرفتم پرینت کنم، خب این 1000 برگ کاغذه. 7 بسته اینقدی لازم داشتم که بتونم همه رو چاپ کنم. به نظر من مقررات حفظ اطلاعات شخصی اتحادیه اروپا با وجود همه کاستی‌هاش یک گام در مسیر درسته. ولی در نهایت اگر تغییری بخواد رخ بده، ما کاربرها باید دست به کار بشیم. تا وقتی سوال نپرسیم، درون سیستمی زندگی خواهیم کرد که خیلی چیزها راجع به ما میدونه و ما هیچی ازش نمیدونیم. اینم از ماجرای کارل میلر و پس گرفتن اطلاعاتش. در همین راستا نظرات آیلیت کلندر از سازمان حقوق بشری پرایوسی اینترنشنال رو پرسیدیم. نکته اصلی همینه که آدم بیاد بگه نمیخواد اطلاعاتش جمع بشه، در حالی که مقررات حفاظت اطلاعات شخصی اتحادیه اروپا صراحتا میگه در بیشتر موارد شما باید بگی که میخوای اطلاعات جمع بشه. هنوز شرکت‌ها قدمی بر نداشتن که این کار رو آسون‌تر کنن. منافعشون ایجاب میکنه اطلاعات شما رو جمع کنن و هر کار که از دستشون بر بیاد رو میکنن که احتمال این موضوع رو بیشتر کنن. مقررات اتحادیه اروپا مفادی داره که به فرد اختیار میده خودش مستقیما عمل کنه. در این حال این امکان رو هم میده که فرد این اختیار رو به یه سازمان مدنی واگذار کنه که از طرفش عمل کنه. از اینها گذشته اگه مشخص شه که از داده های یک شخص طوری استفاده شده که به اون شخص آسیب رسونده، اون شخص میتونه ادعای غرامت کنه. اما یه نکته بسیار مهم که دولت ها کوتاهی کردن اینه که مفادی رو که به سازمان های مدنی اجازه میده با هم در این راستا عمل کنن کامل پیاده نکردن. ضمن اینکه دولت ها هم باید در اجرای قانون بازنگری کنن. طبق قانون اتحادیه اروپا دولت ها علاوه بر مقررات حفاظت از اطلاعات شخصی که سراسریه، باید قوانین اضافی برای کشور خودشون هم تصویب و اجرا کنن. ولی بعضی کشورها هنوز این کار رو نکردن. در کشورهایی که قانون وضع شده هم حفره هایی وجود داره، مثلا برای احزاب سیاسی یا در بریتانیا اطلاعات مهاجرت، و اینها همه باید بازنگری شه. همونطور که میدونین کارزارهای سیاسی هر روز بیشتر به داده ها وابسته میشن و از منابع مختلف داده میگیرن، داده های مختلفی که خودمون هم ممکنه ندونیم به گرایش سیاسیمون ربط داره. دقیقاً به همین خاطره که خیلی مهمه که نهادهای مسئول حفاظت از داده ها، کمیسیون انتخابات و جامعه مدنی به این موضوع بپردازن. اونقدری که ما دیدیم یک توصیه رسمی و یک دستور عمل صادر شده که احزاب سیاسی دقیقاً چطور میتونن از داده های ما استفاده کنن. قدم های کوچکی هم هست که افراد میتونن بردارن، ولی خیلی سخته. مثلا تنظیمات حریم شخصی رو در پلتفرم های مختلفی که استفاده میکنین عوض کنین که تعداد تبلیغ های هدفمندی که میبینین کمتر بشه. سازمان ما هم یه راهنما برای این کار درست کرده. میتونین از حقتون استفاده کنید و از جاهای مختلف بخواین داده هاتون رو بهتون بدن، یا میتونین از احزاب سیاسی بخواین توضیح بدن چه استفاده ای از داده هاتون میکنن. این هفته مسئولان اداره مرزی آمریکا اذعان کردند که اطلاعاتی را هک کردند که منجر به افشای عکس‌ها و گواهینامه‌های رانندگی نزدیک به 100,000 نفر شده. شبکه پیامرسان واتساپ اعلام کرده که پس از این علیه کسانی که روی پیامرسان‌های این شبکه هرزنامه یا اسپم بفرستند اقدام قضایی خواهد کرد. این برنامه عملاً در ماه دسامبر کلید خواهد خورد. اوبر خبر داده که کشور استرالیا اولین بازار بین‌المللی این شرکت برای راه اندازی خدمات تاکسی پرنده یا همان اوبر ایر خواهد بود. در همین حال اوبر از ماه آینده خدمات پرواز با چرخبار را در نیویورک آغاز خواهد کرد. چیزی که می‌بینید شاید به نظر بیاد که مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک داره سخنرانی میکنه، اما در اصل این یک ویدیوی جعلی است. این ویدیوی ساختگی را هنرمندی که مشغول تهیه ویدیوهای جعل عمیق یا دیپ فیک برای نمایشگاهی در لندن است ساخته و آن را روی اینستاگرام همرسان کرده. مدیر عامل اینستاگرام، شرکتی که مالکش فیسبوک است، گفته این ویدیو را حذف نخواهد کرد. شرکت بریتانیایی انتقال و تحویل مواد غذایی اوکادو بیش از 21 میلیون دلار روی شرکت‌هایی که مزارع عمودی را توسعه می‌دهند سرمایه گذاری کرده. در این مزارع سبزیجات به صورت عمودی در طبقات نگهداری می‌شوند. شرکت فناوری خرده فروشی تصمیم دارد در کنار مراکز توزیع خود از این نوع مزارع سرپوشیده برای کاشت سبزیجات ایجاد کند. و در آخر یک ربات جدید یاد گرفته که چطور سر به سر آدم‌ها بگذارد.
اسم این ربات که در یک اجلاس هوش مصنوعی در کانادا رونمایی شد، آیرونی یا تنس هست و یاد گرفته که با حرکات بی‌حال چهره و لحن صحبت بی‌تفاوت با مخاطبش مکالمه کنه. سازنده آلمانیش گفته رباتش دوست داشتنی‌تر و الهام بخش‌تر است. داریم در یک آزمایشی شرکت میکنیم که گفتن باعث میشه به این فکر کنیم که از اطلاعاتمون چه استفاده ای میشه. گفتن که بریم یه جای نزدیک لندن بریج و گفتن که وقتی برسیم اونجا بهمون پیام میدن. به شما نیاز داریم. سارا به شما نیاز داره. حواستون به موبایلتون باشه تا جاش دوباره تماس بگیره. هم پیغام داد که قرارمون 5 دقیقه دیگه زیر اون جای کلبه مانند که پر از شاخ و برگه. این نمایشیه که مخاطب هم توش درگیره. برای اجرای نمایش از اطلاعات مخاطب استفاده میکنن. همون اطلاعاتی که شرکت‌های تبلیغاتی هم راحت پیدا میکنن. نتیجه کار تجربه تقریبا ناخوشایندیه. برامون از یه تجربه مخفی تغییر ذهن میگن. جایی که حافظه‌مون رو از دست دادیم. Memory deletion, basically. And you don't remember because it's a procedure you had done. This is the first step towards me piecing my mind back together. رفتیم پشت صحنه نمایش که با یکی از آفرینندگان این نمایش حرف بزنیم و ببینیم ماجرا چیه. اسم و ایمیل تماشاچی را از مؤسسه ای که بلیت فروخته میگیریم. بعد کاری میکنیم که برش میگن غنی سازی داده. اول آدم های مرتبط با او آدم پیدا میکنیم. مثلا روی شبکه های اجتماعی. مثلا این حساب توییتر من است. ایمیل کاریم. جیت هابم. هر چیزی که ممکن است به درد بخوره. حتی اگر درست ندانیم چطوری به درد میخوره، میتونیم تصویر کلی بسازیم که برای شخصی که درگیر نمایش میشه معنی بده. هرچی از نمایش میگذره تنش بیشتر میشه تا پایان کار که پرونده شما که از زندگی آنلاینتون استخراج شده فاش میشه. اصلا نمیدونم توی این پرونده ها چی پیدا میشه. این دیگه چیه؟ ای وای، این رئیس چند سال پیشمه. من همیشه مواظبم چیزی که شخصی باشه آنلاین نذارم. با این حال از چیزایی که پیدا کردن تعجب کردم. واقعا بعضی شرکت‌ها چنین اطلاعاتی از من دارن؟ حدوداً، ولی یکی دو نکته را باید توجه کرد. اولی که ما یک گروه نمایشی هستیم. شرکت بازاریابی یا فروشگاه نیستیم. در نتیجه با این که اطلاعاتی که بهش دسترسی داریم حدوداً یکسان است، استفاده ما ازش متفاوت. تصور من این بود که اگه اسم منو بزنین توی یه موتور جستجو، اطلاعاتی پیدا می‌کنین که به مراتب معنادارتر از این عکساست. درسته، ولی او طور اطلاعات راحت میفهمیم که از کجا آمده و وقتی در خط داستانی نمایش ظاهر بشه زیاد رمزالود نیست، چون نمایش ما در مورد خاطرات است که شما عمدن از گذشتهتان حذف کردیم. یعنی چیزایی که تو این عکس‌ها آشنا نیست، آدم‌ها، جاها، همه عمدن به عنوان چیزایی که من نمیشناسم گنجونده شدن که دست شما هم یکم بازتر باشه. بله، ممکن است عمدن گنجانده شده باشند. ضمن این که ما تصویرهایی پیدا میکنیم که فکر میکنیم به شما ربط داره. درست نمیدانیم چه ربطی داره. یا اصلا ربطی داره یا نه. چرا میخواستین با داده های مردم نمایش اجرا کنین؟ ما به عنوان یک شرکت دوست داریم همون تجربه ای را که مردم آنلاین دارن، یعنی که محتوا مطابق مطلوبشان برشان عرضه میشه، آفلاین ایجاد کنیم. کاری که پلتفرم ما میکنه همیست. اما در مورد این نمایش خاص، حالا یک سالی از تصویب مقررات حفاظت از اطلاعات شخصی اتحادیه اروپا میگذره و هنوز هیچ کسی ازش سردر نمیاره، حتی آدم های اهل فناوری. هدف ما ایست که از موقعیت ما به عنوان ترکیبی از گروه نمایش و شرکت فناوری استفاده کنیم و کم ابهام این مقررات را کم کنیم. Give me the memory sticks because if I don't have them then he will. Data. It's been a pretty intense experience. تجربه سختی بود. حسی که ازش برام مونده اینه که میخوام اطلاعاتم فقط دست خودم باشه. نمایش واقعا رو اثر گذاشت، ولی فکر میکنیم بعد از چند هفته عادتام رو هم عوض کرده؟ معلومه که نه. برای اینکه حوصله دردسر آنلاین ندارم، چپ و راست میگم باشه، ولی اطلاعاتم رو پخش میکنم. احتمالا باید در عالم واقعی یه بلایی سرم بیاد تا عادتم عوض بشه. مشکل همینه نه؟
اگه دکمه قبول رو بزنیم تا کارمون آسون تر بشه، عملا هر بار داریم اطلاعاتمون رو تقدیمشون میکنیم. صادقانه بگم من رای رو بلد نیستم که هم بشه از فناوری استفاده کرد و هم اطلاعات شخصی رو حفظ کرد. بگذاریم. میدونستی تعداد زیادی گرافیست و طراح هستن که کارهاشون رو به جای اینکه جای دیگه منتشر کنن توی اینستاگرام منتشر میکنن. ما رفتیم سراغ یکیشون، اونم به مودنا در ایتالیا، شهر سرکه بالزامیک و فراری. من سیمونه وتسانی هستم. کارم گرافیک سه‌بعدیه. محل کارم ایتالیاست و کارهام رو روی رسانه‌های اجتماعی منتشر میکنم. وقتی مخاطب فکر کنه محصول من عکس واقعیه، یعنی کارم خوب بوده. دلیلی که رفتم سراغ اینستاگرام این بود که اینستاگرام پر کاربرهایی که فقط تماشا میکنن و لذت میبرن. I don't want to set the world on fire. کارم رو با ضبط زندگی خودم شروع میکنم. مثلا اگه برم مسافرت یا اگه برم موزه. بعد فیلمهایی که گرفتم رو با گرافیک ترکیب میکنم. اینستاگرام برای چنین محصولی ایده‌آله، چون مخاطب عادت نداره چنین چیزهایی رو اونجا ببینه. وقتی جوان‌تر بودم عاشق بازی‌های کامپیوتری بودم. بعد که بزرگ شدم دیدم نمیشه همش بازی کنم، باید کار کنم. بعد برخوردم به این نرم افزار و این نرم افزار سه‌بعدی مشخص باعث شد بازی کامپیوتری رو جور دیگه‌ای ببینم. برای اینکه در فضای این نرم افزار میتونستم هر چی رو می‌خوام تغییر بدم و چیزهای جدید خلق کنم. مهمترین چیز در این نوع کار نورپردازیه. طبعاً مدل و جنس و شکل چیزی که میسازین هم مهمه. ولی اگر نور جلوه‌ای که ساختین، نور صحنه سه‌بعدی، با دنیای واقعی 100% منطبق نباشه، نتیجه مصنوعی به نظر میاد. بهترین حالت موقعیه که مثلا از یه چیزی فیلم میگیرم، بعد که فیلم گرفتنم تموم شد، یه عکس 360 درجه پانورامیک از اون منطقه میگیرم. اینجوری منبع نور رو کامل دارم. شبیه یه گنبد نور که میتونه به صحنه‌ای که بعداً میسازم اضافه کنم. اینجوری نور دقیقاً مثل نور واقعی در میاد. معمولاً 1-2 حتی 3 هفته روی یه ویدیو کار میکنم. برای اینکه خودم تنها کار میکنم و میخوام تمام جزئیات رو درست در بیارم. خودم رو هنرمند نمیدونم. البته خوشحال میشم کسی بهم بگه هنرمند. به نظر خودم سورئالیستم یا یه همچین چیزی. ولی در نهایت صرفاً یه آدمم که دوست داره با کامپیوتر ور بره و تکنیک‌های جدید امتحان کنه. سبک‌های جدید، نگاه‌های نو به جهان نو. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی هم اونجا میتونید پیدا کنید. با ما در تماس باشید از رای توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.